بچه من خیلی شبیه نخود فرنگی نشدم؟ نه؟ خب باشه. سلام، تیام امیر بختیار هستم، عاشق رالی، هیجان، آدرنالین و از این چیزا. بیایم ما هم دیگه بریم. ولی فکر می‌کنم شبیه نخود شدم ها. ببینیم به من چی افتاده. خب سس چیلی و کنسرو عدس. چه بسته‌بندی قلبی قلبی خوشگلی هم داره. خوبه دیگه، این که برای سیستم ایمنی بدن خوبه، اینم که سرشار از آهن و برای کم خونی خوبه. بریم ببینیم چی قراره درست کنیم. حواست باشه دیگه، آنلاین باشه. عدسی، عدس پلو، آش، این سه تا چیزیه که معمولا ما با عدس درست میکنیم، ولی عدس ارزش غذایی خیلی بالایی داره و ترکیبش برای درست کردن یه سالاد سالم میتونه یه انتخاب مناسب برای شام دوستانی باشه که به فکر سلامتیشون هستن. تو بس میشه، خیلی قرص بلدی یا؟ کلاس آشپزی رفتی؟ تیام جان به نظرم نیاز به کمک دوستان نداری، من اینجا هستم که تمام و کمال در خدمت باشم و کمکت بکنم. اونم میتونی که از گوشت در بیاری. ببین کمک خاصی به من بگو. خب تو آنلاین باش، من سوالاشا میپرسم، اصلا نمیخوام جلوی این پسر کم بیارم. خب سلام، من تیام هستم و امروز میخوام با ترکیبات دلپذیر براتون یه سالاد سبز جذاب درست کنم. ایمانم که قرار کمک کنه دیگه. باش تو کمک کن، فقط یادتون نره این پستو حتما سیو کنید و از 1 تا 10 به ما امتیاز بدید. آخرین باری که غذا درست کردم تحچین قیمه نثار درست کردم، تیام پز من در آوردی. خب تیام جان، امروز قراره یه سالاد خیلی ساده درست بکنیم که مواد اولیه زیادی نداره. خب به این کاری که کردیم فرانسوی ها میگن میزانپیلی. میدونی چیه میزانپیلی؟ اصلا از بچگی به من میگفتن تیام میزانپیلی. هر کدوم از دوستان واسه میزانپیلی هاشون سوال داشتم، تن کجا بریم میزانپیلی کنیم، مانیکور کنیم، پدیکور کنیم؟ نه تیام جان، فرق داره. این که مرتب بچینی رو میگن میزانپیلی، با اون میزانپیلی که شما میگی کاملا متفاوته. میدونم میزانپیلی یه چیدمان مثلا. بلدم. خب بگو. ببین اولین کاری که باید بکنی پیاز، ترجیحاً پیاز بنفش برداری خورد کنی. نگینی؟ من با نگین اصلا خوب نیستم، دوامون شده، قهرم باهاش. نه نه، اون نگینی نه، این مکعب کوچیکا رو میگن نگینی، خیلی فرق داره. کو ببینم اصلا تو بلدی؟ من که بلدم. نه اونجوری که من میخوام خورد کنم فرق داره با مدلی که تو میخوای خورد بکنی. اول پیازو جولیان میکنی، بعد خیارتو خورد میکنی، گوجه رو خورد میکنی، اینا رو با هم دیگه قاطی میکنی. این وسط یه سری مثلا تورو و گیشنیز اینجور چیزا هم داریم. چرا چشش تو ابرو میکشی؟ دور دارم میکشم. شبه من دست در نکنه. خب. بعد اونجا میخوای چیکار بکنی؟ مسابقه است، شوخی نیستش. منم باید این کارو بکنم. دست؟ فقط امروز به خیر بگذره ما بریم. جواب منو بده، بعدش میتونی بری با دست. با چیز دیگه هم اگه میتونی خورد بکنی. اینا از کجا آوردی؟ همیشه همراه مثلا با دست که امکان نداره. میدونی که مسابقه است و سه تا رقیب دیگه هم داری؟ رقیب؟ ببین یه دستی میکشم با ماشین، با دیریف و پشت ماشین، اینجوری رقیب همو میزنم کنارا. مسخرم میکنی؟ ندارم، تعریف میکنم. خب بگو پس. دست در نکنه. خشم کن. اصلا مسابقه شرکت کردی تا حالا؟ مسابقه؟ آره، فرمول وان، اسلالوم، همه این. نه. همه ماشین ها شرکت مسابقه کن. آشپزی، شیرینی پزی، چیزی شبیه اینا. در حال واسه یه سامورایی همه جا ژاپنه. این دیگه کجا آوردی؟ خورد کن هم بزن. توی رانندگی مدال که نیاوردم، رانندگی کاپ داره. یه چند تا سکو این دنیا به من بدهکاره هنوز. خوبه. من بر رای بیارم، میدونی؟ رقیبان پسرم هستم، من خیلی حساسم رو اینکه حتما خودم برنده شم. من به خانوما قول دادم ایمان، دوست دارم کارامو آروم انجام بدم، ولی روحیاتم یکم خیلی آروم نیست. سالادمون جب سالادی پختم. خسته در نکنی. تو این مرحله بذار ظرف بیارم برای تو. چه ظرفی میخوای چیز کنی بکشی؟ ظرف منطقی چیه؟ با منطقم سازگار باشه. این منطقی تر. خب حواسه منو پرت کنی، من رأی نیارم. نه شما با پسرها کافبندی کردی؟
مطمئن دو روز دیگه میبرم تو این پیس ماشینو میچرخونم برات کیف کنی یا اونو هیچ کاری نمیتونم. اینجا پیس منه لطفا. اونا نهایت میخندوننه. من اینجام که کمکت بکنم که منم همینجا. خیلی هم دیگه بچه ها فاسده نگیری. بچه ها ماشاءالله خودکفا بودن همه. آشپزی بلد. خوبم شد. عالی. چه مدل الان مثلا کاو خورد کردی؟ از این دور به بالا. میدونی دوست دارم این مثلا موهاش باشه. موهاش؟ آره اینجا موهاش باشه، اینجا سالت باشه. دیگه اونجور که فکر میکنی خانومان و قشن ای چه به جا کردی؟ چی نگو، من دوستتم. چی شد؟ چی شد؟ من که نمیدونم چی شد. باش، خیبی هم نداره، همی که خوش بگذره کافیه. همشون نریز، همشون یه ذره من فرد بریزم برا؟ بز خودم نه نه چرا؟ اگه نگفتی یه ذره برام خوب شد، قشنگ شد. اونجا که دوست داری پس بیا تو تعظیم کنم. روز تو من تعظیم کردم. به نظر من برنده اصلی این مسابقه ایمانه که با همه ما یکی غذا درست کرد. اگه خواهش کنی برمیگردونم یه ذره شو. لطفا بده یه ذره دیگه خواهش کن. باش مهربونم دیگه میدونی؟ دست خودم گاه حسابانی گاه شاکه گاه هم خیلی مهربونی دست دارم ولی قلبن مهربونم چقدر؟ موقع شما بریز اینجا؟ آره بفرمایید. مرسی بازم یه ذره دیگه هم بریز. باشه برو دیگه بسه یه ذره دیگه بذاریم زیاد سالاده دیگه همش داری از قلب مهربونه من سو استفاده میکنم رای بردن خود اینه چه خوبه. نه اون پر نده بر تو رو خدا تو رو خدا پس برای من هم این استوریه رو میگیرم. خب اینو بذاری حداقل 45,000 تا ویو میخوری. خب آره مرسی دست درد نکنه دست خسته نباشی. سلام بچه ها این سال دیگه که ایمان شف بزرگمون درست کرده و سالاد من شاید باورتون نشه خیلی آسون بود. حالا براتون دستورشو میذارم یاد بگیرید. من از نتیجه کار آره راضی بودم چرا که نه. دوباره یه چیزی بود که خودم خلق کردم، یه خلاقیتی توش داشت با نمک شده بود. حالا انشالله خوشمزه هم شده بوده. اینم سالاده ما که با زحمت و کمک البته دوستمون خانم تیام آماده کردیم. خواهش میکنم دیگه ایمانجا یه مقدار از من کمک میخواست، منم کمکش کردم. این سالاد من بزرگ خانواده خوشگل هنری. اینم سالاد ایمان جان. ایمان جان این جواب خودتو میده؟ ببین سالاد دیگه نمیدونم اگه شام بخوای بخوری برای تو آره کفایت میکنه، ولی اون مورد پیش غذا بخوای بخوری یا کنار غذا بخوای بخوری ظهر و اینا آشپزی هنره با رانندگی یه ذره فرق. خسته نباشی. مرسی کمک کردی. چه بوی پیاز میاد. مرسی واقعا کمک کردی من آروم نرفت جلو بقیه حداقل نشد. خب اگه این برنامه رو دوست داشتید لبخند اومد رو لبتون یه چیزی به دانستهاتون اضافه کرد برام بنویسید، لایک کنید و سابسکرایب کنید. بابا چه جوری بگم دیگه سابسکرایب کنید.